بسیار خوب، صفحه ها رو داریم، کار رو شروع میکنیم. برای دیزاین من فایلم رو باز کنم. اگه خاطرتون باشه سایتی که با مشتری فرضیمون به نتیجه رسیدیم این هست و اینو فرض کردیم که هوم پیجمون هست. خب با دبل کلیک روی پیج هوم میتونیم دیزاین رو شروع کنیم، اما مشکل اینه که اگه اینجا دیزاین رو شروع کنید این فقط برای صفحه هوم خواهد بود. مثلا اگر من اینو ایجاد کنم بعد برم صفحه About Us، خبری ازش نیست. در حالی که اگر من همین دیزاین رو اینو پاک کنم، دیلیت انتخاب میکنید، دیلیت، اگه برم همین رو روی مستر که صفحه مرجع تمام اینا هستش برم اینو ایجاد کنم، ببینید وقتی که میایم روی قسمت پلان میبینید همش اختصاص پیدا کرده چون از این استفاده میکنم. حالا اگر یکی بی مستر باشه مثلا مثل این و روش مثلا یه باکسی باشه حالا با رنگ زرد، اگه دقت کنید این به این اختصاص داده شده چون مرجعش بی مستر. مثلا اینم همینطور به این صورت. بسیار خب، من دیگه از این مقدمات یواش یواش میخوام فاصله بگیرم و یه مقداری کار حرفه‌ای رو با شما شروع کنیم. بسیار خب، این دو قسمت پلن میتونید سایز بزرگی اینا رو اینجا تعیین کنید چقدر اینا بزرگ باشن، فقط برای محیط طراحی و اصلا مستراتون رو بهتون اون پایین اینجا زیر اینا نشون بده یا نشون نده و به صورت دامنیل باشه یا نه. دامنیل بودنش یعنی این که اصلا اون چیزی که این تو میگذره تو اینا هم نشون بده یا نه، که حالا میگیم نشون. بسیار خوب، میریم سراغ مستر. اینجا رو ایجاد میکنیم. اینجا ترکیب شده از یک عکس بک‌گراند که یواش یواش به سمت آبی میره. من میام تو آداب میوز و از طریق فایل پلیس عکسی که انتخاب کردم رو میارم. عکس من، عکس اینجا هست. بسیار خوب، این عکس اومد. کنترل منفی، کنترل مثبت، کنترل صفر، عین فتوشاپ برای زوم استفاده میشه. کنج اینو میگیرم، هیچ کلیدی هم لازم نیست بگیرم. نسبت عرض و طول حفظ میشه و عکسو کوچیک میکنه. کنترل صفر رو زدم، پروژه به اندازه صفحه شد. خاطرتون باشه که سایت ما از این مربع اینجا هست تا اینجا. اینم که مارجینه، اینم که پدینگ ماست. خب من اینو میذارم اینجا و اینو میکشم تا اینجا. چون توی صفحه‌مون اسمارت گاید فعاله، کمکم میکنه تا اندازه ها رو ببینم با یه رنگ دیگه رو صفحه که پیش میاد میبینید. و چون اسنپ فعال هست صفحه گیر داره. مثلا من وقتی میارم اینجا گیر میکنه به این گاید. ضمناً مثل نرم افزار مثلا فتوشاپ یا این دیزاین میتونید گاید ایجاد کنید، خطای گاید برای راهنمایی. تو خروجی نمیاد، فقط برای کمک به راهنمایی شماست. میتونید انتخابشون کنید و دیلیت کنید. انتخاب توی نرم افزار یا با کشیدن یک محدوده انتخابه مثل فتوشاپ،
یه چیزی رو انتخاب میکنید، شیفت نگه میدارید، بعدی بعدی یا با کلید کنترل. خیلی پیش میاد استفاده کنید. خب به نظر میرسه که این عکس ما اینجا قرار گرفت. الان اگر بریم توی پلن چک کنیم، میبینیم همه صفحه ها بهشون اختصاص بده کرده الا اونایی که با بیمسترن. این مطلوب نیست، این به جایی که من میخوام نمیرسه. من میام چیکار میکنم؟ من اینو دیلیت میکنم از اینجا، میام توی فتوشاپ، کار یه مقداری گرافیکی تر میبندم. اینجوری میگیرم 960، حالا ارتفاع سایتم مثلا قراره که اصلا 1000 باشه، ارتفاع دیگه. پیکسل دی پی آی 72، میدونید که برای کار طراحی سایت دی پی آی باید 72 باشه، 300 هم برای کارهای چاپی هستش. بسیار خوب، حالا اون عکس منظره رو میاریم میذاریم اینجا. اینا دیگه سواد فتوشاپ من فرض میکنم که شما دارید. خب اینجا هم اسنپ فعاله. ببینید این خواهد بود و این خیلی بده. دارم فکر میکنم که بعدن که این بیاد روی سایت، این بالای سایت ما خیلی کم از اینجا رو نشون میده، ولی خب چاره ای نیست، فعلا تو حالت سمپل. خب مثلا قراره که در سی صد پیکسلی از بالا اینفو، فقط بفهمید 300 پیکسل حدودا از بالا که فاصله میگیریم، سی صد پیکسل که از بالا فاصله میگیریم، میخواییم که به عنوان قسمت بالای سایتمون در نظر گرفته شه. بسیار خوب، حالا من اینجا میخواستم از یه روشی استفاده کنم که جواب نداد. بسیار خوب، سیصد پیکسل. ببینید این 300 پیکسلی هست و ما گایدمون رو اینجا میذاریم. خب در 300 پیکسلی بالا ما میخواییم این عکس قرار بگیره و بعد آروم آروم شروع کنه به آبی مطلق شدن. حالا آبیمون رو اینجا انتخاب میکنیم، مثلا این آبی، و ابزار گریدینت رو میاریم، مثلا در یک لایه جداگانه میگیم که بله تا اینجا آبیشم یک کمی غیر آبیه،
به این صورت. خب این ماجرا رو اونجا پیاده میکنیم چجوری؟ ببینید از کراپ میکنم تا اینجا، مطمئنم که اینجا آبی تموم شده. من اینو به عنوان عکسی که میخوام ببرم توی آداب میون سیو فور وب میکنم. خب میرم اینجا دی پروژه، مثلا اسمش رو میذاریم بیچه یک. این عکس مربوط به فلوریدا هستش. خب فایل پلیس، بیچ رو میارم توی، یادتون باشه تو آم هسته اینجا. پنجره الاین رو باز میکنم، میگم عکس در وسط قرار بگیره و بالا. الاین تو کانتنت اریا. آها، حالا میگم چرا اینو آوردین و پایین، به خاطر این قسمت که ما بهش میگیم فوتر، بعدن درس میدیم. بسیار خوب، الان عکس مورد نظر تو همه صفحه قرار گرفت. تنظیمش میکنیم، قراره این از بالای سایت ایجاد بشه به این صورت. بسیار خوب، نگاه کنید. الان اگر پریویو بگیریم عکس دقیقا چرا پریویو باز نشد؟ حالا مثلا توی هوم باشیم پریویو بگیریم. نمیدونم چرا اینجوری نشون میده، حالا مهم نیست، اینو بعدا درست میکنیم پیش. مهم اینه که الان شما دارید میبینید عکس از بالا میاد، مثل اینجا، و یواش یواش اینجا میخواد آبی بشه. پس ما هم اینجا تصمیم میگیریم که سایتمون چند اندازه‌ای داشته باشه پایینش، به این اضافه میکنیم. برای این کار میریم توی پیج پروپرتیز، اندازه شده 500، ما میکنیمش مثلا 1000. خب 500 تا به سایت از پایین اضافه شد، درست؟ یه باکس رنگی اینجا درست میکنم، یه ذره هم لبش رو میارم بالای لبه اون عکس. دقت کنید وقتی میریم پایین، چون فکر میکنه شما سایت بزرگتر میکنید، هولش میده، بهتر اندازه از دستتون در نره. یک کمی بالاتر موز رو رها کنید، بعد با دست میتونید اینجا بچسبیدش. حالا این رنگش میتونه هیچی باشه، میتونه رنگش برگرفته از اینجا با قطره چکون باشه، مثل این میتونی رنگو بسازی. اینم که شماره هگزه که بعداً توی یک پروژه استفاده میکنم. هگز چیه؟ هگز رابطه بین نرم افزار هست. یعنی وقتی میخواید بدونید که عکسی تو فتوشاپ، یک رنگی تو فتوشاپ چه شماره ای داره، اون شماره رو از اونجا برمیداری میذارین اینجا، اینجا ساخته میشه. نمیتونید ما شماره RGB بسازین، RGB خیلی دقیق نیست، بین دوتا نرم افزار اختلاف داره. خب این یه خط مشکی نازک داره که اگه من این از انتخاب خارج کنم میتونید ببینینش. انتخاب کنید و خط مشکی نازک دو رو، یا به اصطلاح استروکش رو بگیرید، بگید نمیخوام هیچی، و اینو لایه‌ش رو بفرستین پشت. حالا من رنگش رو عوض میکنم شما ببینین اصلا این بره پشت چقدر فرق میکنه. کلیک راست، ارنج، سند تو بک،
ببینید رفت پشت. حالا میرم رنگشو درست میکنم. خب الان اگر من ببینم این پروژه هامو، ببینید همه به این صورت در اومد و این میشه بک‌گراند این سایت. خب ولی کم کم دستتون میاد روش چیه. پروژه رو سیو میکنم، ببینم پریویوم درست شد. معمولا اینجور موقع که همچی گیری داره یه دور نرم افزار میبندیم باز میکنیم همچی درست میشه، مهم نیست. خب من میتونم یه خروجی هم از نرم افزار بگیرم اگر خواستین. اونجا هم ببینیم، میریم تو فولدر اکسپورت، چیزی که قبلا گرفتیم رو پاک میکنیم. اینجا اکسپورت رو میزنیم و تو مسیری که قبلا گرفته به اسم سایتمون خروج میکنیم. اینا رو قبلا درس دادیم که چیه. حالا بروزر باز میشه و پریویو رو نشون میده، پیش نمایش سایتمون رو نشون میده. اگرچه ما اینجا دیگه نسخه نهاییش هم داریم، این سایت ماست، همه صفحات رو خودش ساخته، تصاویری هم که شما استفاده کرده اینجا خودش به سیف کرده، دیگه شما لازم نیست عکس سیف کنید. این هم سایت ببینید، اسکرول عمودی دارین، این چسبیده بالا، قشنگ طراحی شده. ببینید فاو آیکونتون اینجاست، اسم سایتتون اینجاست و صفحتون. بسیار سود، اسکرول افقی هم ندارید. خب یه نکته خیلی مهم میخوام از اینجا به بعد درس بدم.